اگر هم باید بریم تو پلی‌آف این کار انجام بدیم، ما حاضر نیستیم این کار انجام بدیم. میخواد اینکه هدف جام جهانی هست و رفتن ما تو جام جهانی هست. خدا شد وضعیت آمادگی خب روز روز داره بهتر میشه، کمان که تو آمادگی خیلی خوبی دارم به سر میبرم با تمرینات جای قطبی آقای بیوتر و آقای عبد هم برای تیم ملی ایران و بازیکن تیم ملی ایران برنامه‌ریزی کردن برای این سه تا بازی مهم و خدا شد داریم آماده میشیم توی اولین بازی دوستان هم جلوی اندونزی اگه شما و انشالله برای روی بازی با تیم ملی کنشون آقای گفتی شما خوش بگیم. ببینید خب سرد تفکر مربی خب فرق میکنه توی هر نقطه زندگی و فوتبال حرفه‌ای که کار کرده. خب آقای قطبی دو سه سال توی اروپا فکر میکنم کار کردن با تیمای بزرگ دنیا و در خصوص تیم ملی کره جنوبی. بزرگ خوشحالی ببینید تون خودتون بگید در خصوص دعوت مجددتون به عضویت تیم ملی فوتبال کشورمون و این مرحله از تمرینات ملی. اول خیلی خوشحالم دوباره دعوت شدم بعد از خشم و تشکر میدم به آقای قطبی که منو دعوت کرد. دوباره الان 4 روز تو اردو هستم، خیلی خوب تمرین میکنیم، خیلی سخته ولی واقعا خوب تمرین میکنیم که آماده بشیم برای این سه تا بازی خیلی مهم. واقعا سه تا فینال مهم داریم که اول باید کره شمالی رو ببریم برام ببینیم بازی بعدن چی میشه. آقای کریم باقری من جلسه با ایشون داشتم چند بار تو اردو ما اومده، ایشون میدونید مسئولیت داره از پشتش و نتونست تمرین کنه با پرسپولیس، تو پرسپولیس نیست الان و تو اردو تیم ملی هم نتونست با ما باشه. در ما صحبت هایی که داشتیم به نتیجه رسیدیم که ایشون با توی این ست بازی با ما نخواهد بود. افشین قطبی در ادامه زمین اشاره به این مطلب که همکنون 24 بازیکن در اردوی تیم ملی از فهرست 40 نفر حضور دارند و تا پس از بازی با اندونزی چند بازیکن دیگر نیز با آنها ملحق خواهند شد. اشاره کرد با 26 بازیکن به چین سفر خواهیم کرد. اگر ظرف فوتبال ایران رو نگاه بکنید، ما به اندازه کافی دفاع وسطی بین‌المللی نداریم، به اندازه کافی دفاع چپ بین‌المللی نداریم، به اندازه کافی فورواردهایی که خطرناک